اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. این خراب رنگی بی اصل و بی آیین شهر خوب مهربانم نیست، این پر از مهکوچه های سرد بارانی کوچه لبریز از سرو روانم نیست. چون ز پشت شیشه می ریزد گل خورشید گاه گاهی در نگاه من بیقرار از خیش و از تبعید، باز هم در خواب ایرانم. های این خورشید ایرانی است، لحظه ای اما نمی پاید با حضور ابر، باز هم باقی که با خورشید می سازم با حضور ابر ویران است. کاسمان هم آن بلند آبی روز و شبانم نیست، هر کجا چشمی است می خرامد سرو بالایی، پنجه زرین به گیسو، چشمه روشن جایی اما در میان شهر از سیه گیسوی مشکین چشم لیلی آزرده آرام جانم نیست. شهر لبریز است از صدای بانگ نوشانوش، ساقیان صف در صفند اما هیچ کس آن ساقی ترسای پیر پیرهن چرکین که تمام شب با صدای های های ما صفا می کرد، هیچ کس چون او در این غربت ساحل امن و امانم نیست. گاه ساعتها در پی لبخنده روشن می زنم دل را به دریاشان، آبی است اما آن به رنگ لاجورد آب روانم نیست. شهرشان روشن، روی شبهاشان هزاران اختر، اما باز ماهتاب کوچه های کودکی من در امیریه پیش چشم ماست. ماه اینجا همچنان مهتاب شهر و شیمرانم نیست. کاش میشد پیش مادر سفره دل را باز هم گسترد، جرعه ای عشق از لبی نوشید. کاش میشد باز ایران بود، جامعی از اطلسی های کهن پوشید، زیر کرسی مثنوی وا کرد، عقده دل را برای حافظ شیراز خالی کرد. کاش میشد تکیه بر شبهای رنگین داد، زیر طیف بانگ مولای پدر گم شد، از جمادی مرد و آدم شد. چون شب مرداد روی کوچه ها میریخت با نگاه عاشق از شب تا سریا رفت، کاش میشد قصه گویی بود، قصه اندوه رستم را روز مرگ تلخ سهرابش بازگو میگفت، از غم فرزانگان میگفت، آخر شب از سیاوش گفتگو میکرد. کاش میشد باز ایران بود که این خراب رنگی بی اصل و بی آیین شهر خوب مهربانم نیست. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 27 ژوئیه، جولای، 5 مرداد ماه، به شما سلام. خب من شعر طولانی خوندم، دلم میخواست بخونم به خاطر میهمانی که دارم، برای اینکه دل او هم مثل من و دل شماها پر پر زده، شمایی که
بیرون از خانه پدری هستید، برای اون خانه‌ای که دست رژیم جهل و جور و فساد هم از لحاظ معنوی ویران میشه هم از نظر مادی. خمینی گفت بله، فقط خانه‌تون مجانی نمیشه، اتوبوستون، برقتون، اخلاقتون هم درست میکنه. درست کرد. یک مش مسئول دوز، آدمکش و جنایتکار. نوکران روس که حالا دیگه نوکریشون رو رسما اعلام کرد. درود میفرستم به خانم دکتر شیرین عبادی، حقوقدان برجسته، مبارز راه آزادی و برنده جایزه صلح نوبل که افتخار ایران و زن ایرانی تا ابد خواهد بود. درود بر شما. سلام به شما و همه هموطنان عزیزم. خانم دکتر عبادی، مدتی در سفر و شما رو در خدمتتون نبودیم و حالا که هستید فرصت رو غنیمت میدونم و اولین سوالم از شما درباره این وحشیگری دوباره رژیم نسبت به بانوان ایرانه. طرح عفاف و این بازی که راه انداختن که حتی صدای آقای کروبی رو هم در میاره. چرا رژیم دوباره این مسئله رو اینقدر بزرگ کرده و کوچیک و بزرگشون دارن میگن که حجاب سنگر اوله؟ خب علتش ترسی است که از مسئله حجاب و به طور کلی از عملکرد زنان شجاع ایران دارن. اینا دیدن که هر کاری که کردن زنها باز هم ساکت ننشستن. شما نگاه کنید به یاسمن آریایی یا سبا که به خاطر برداشتن روسری حبسای طویل مدت گرفتن، معادل چیزی که اگر در کشوری که بنده و شما توش هستیم کسی مرتکب قتل عام بشه اون میزان میرود زندان. اینها دختران جوان صرفا برای اینکه روسریشون رو برداشتن و گل به چند تا زن دیگر دادن این حبسا رو محکوم کردن. امیدوار بودن این موج بخوابه، اما دیدیم که نخوابید، روز به روز سهمگین‌تر بر سر حکومت آوار شد تا حدی که مجبور شدن رسما اعلام بکنن که اگر این سنگر که خاکریز اول ماست از دست بدیم، خاکریزهای دیگر به صورت دومینو از دست می رود. و تا حدود خیلی زیادی هم راست میگن، برای اینکه اگر زنها موفق بشن اون وقت بقیه خواسته های مردم دونه بدونه جلو میاد. یعنی مردم اعتماد به نفس پیدا میکنن، ببینن که خب در سر اتحاد و عملکرد یک پارچه زنان ایران، مسئله حق پوشش و آزادی در حق پوشش حل شد، پس بنابراین حالا ما حقوق اقتصادی خودمونه میخواییم، حالا ما آزادی بیان هم میخواییم. بنابراین از ترسشونه، هرچی ضعیفتر بشوند بیشتر میترسند و وحشیتر میشن. دکتر، یه سوالی که همیشه برای من هست، این عنصر مقاومت در میان زنان آیا به خاطر اینکه زنان زودتر آگاه شدن که این حضرات دنبال چی هستن، یا به طور کلی زن ایرانی به خاطر ظلمی که در طول دوران بهش شده مقاومت بیشتری پیدا کرده، قابلیت اینه؟ تو دوران جنگ واقعا زنان دلاوری کردن، شوهر تو جبهه، بچه تو جبهه و اینا خانواده رو حفظ کردن. شما اینو عاملشو، عامل اصلیشو چی میدونید؟ عامل اصلی به نظر من ستم مضاعفی است که بر زنها میده. یه ضرب المثلی است که میگه فقر رو برای فقیر تعریف نکن. آدم فقیر فقط میفهمه گرسنگی یعنی چی، فقر چه معنایی داره. ما نمیتونیم اگر گرسنه نباشیم این رو تعریف بکنیم. زنها سالیان سال و مخصوصا بعد از جمهوری، تأسیس جمهوری اسلامی، در این 43 سال آنچنان تحت
تبعیض و ظلم و ستم فرار گرفتن که دیگه به جان آمدن. مسئله حجاب و آزادی در انتخاب حق پوشش یک مسئله بسیار مهمیه، ولی که موضوع که این نیست، فراتر از این است. شما در قانون مجازات اسلامی که آقایان تصویبش کردن میخوانید که ارزش یک زن معادل نصف بیزه یک مرده. اینا من چجوری تحمل کنم؟ در قانون میخوانید که ارزش شهادت دو زن در دادگاه معادل با شهادت یک مرده. در قانون میخوانید که یک مرد میتواند 4 همسر بگیرد بدون عذر موجه زنش رو طلاق بده و الا ماشاءالله صیغه رو صیغه بکنه. اما وای به زنی که بخواد روسریش کنار بره، وای به دختری که بخواهد همسرش رو خودش انتخاب بکنه و بگوید من این مرد رو دوست دارم. میبینیم که چه به سرش رو میاد، سر زن رو میبرن، ظفرمندانه در خیابان میگردانن. این جمهوری اسلامیه، این فرهنگیست که جمهوری اسلامی در پی اشاعشه. بنابراین زنها دیگه خسته شدن از این همه تحقیر و تبعیض. دکتر، شنیدید تو خبرها که یه معلم به 18 دختر نوجوان تجاوز کرد و بعد در دادگاه گفته اینا رو صیغه کردم، 5 سال حبس گرفته. شما فکر کنید که اگر او میخواست مجازات بشه، یا اون آقای سعید طوسی قاری مخصوص رهبر به 43 پسر تجاوز کرده، بعد گفتن نوازش کرده، مالششون داده. شما خب طبیعتا میبینید وقتی حرف شما صحیحه، اینقدر ظلم داره به زنان میشه، البته به مردان هم میشه، ولی زنان مضاعفه، برای اینکه اسلام رو گذاشتن وسط. یه دینی که باید یه امر شخصی باشه، کردنش یه امر عمومی. و خیلی راحت آقای خامنه‌ای میگه که سریع و چیز، بله این حجاب باید رعایت بشه، حجاب نباشه بقیهشون هم همین حرف میزنن. خب بریم بر سر نکات دیگر. در ایران ما در 2 ماه پیش شاهد یک موج بزرگ اعتراضات بودیم. معلما بودن، بعد کارگران، رانندگان و بعد بازنشستگان که هنوزم آن نفسها آتشینند. به نظر شما چه عاملی باعث میشه یه دفعه فروکش بکنه؟ آیا رژیم موفق میشه قلقم کنه، بزنه بکوبه تموم بشه؟ چرا این حرکت ها مستمر نیست، در حالی که در سریلانکا که به مراتب وضع از ایران بهتر بود، به این معنا که مشکلشون اقتصادی بود نه اجتماعی نه سیاسی، اون اتفاق افتاد. به نظر شما چه عاملیه که یه دفعه ما با یه سکون روبرو میشیم؟ ببینید، اجازه بدیم بگم در گورستان ها هم ساکته، سر صدا نیست و خیابان سر صدا هست. بنابراین هر سکوتی علامت هیچ چیزی نیست. الان اگر کمی فروکش کرده، در حقیقت برای تجدید قواست. من بارها گفتم ایران مانند آتش زیر خاکستره، هر نسیمی که بیاد این آتش زبانه میکشه. ایران مثل یک کوه آتش فشانه، هر چیزی این رو ممکنه آتش رو بر سر حکومت ببارانه. من این رو دلیل آرامش نمیدونم، بلکه یک نوع عقب نشینی برای تجدید قواست. و در این حال اجازه میخوام که همینجا به سایر هموطنانم پیام بدم پشت هم و متحد هم باشید. وقتی که بازنشستگان که شریفترین اقشار هستند و عمرشون رو برای خدمت به ایران در ایران گذروندن، برای خالی شدن سفره هاشون به خیابان می آیند و درخواست
قانونی و مشروع دارن، چرا بقیه افراد بله که مشکل معیشت هم دارن به اینا نمی پیوندن؟ افرادی که مشکل معیشت دارن ولو جز بازنشستگان نباشن چرا به اینا نمی پیوندن؟ چرا همه بازنشسته ها با هم به خیابان نمی آیند؟ چرا همه معلم ها نمی آیند؟ البته در صفوف گسترده آمدن معلم ها، ولی کن باز هم همشون نبودن. چرا پدر مادرهای و اولیاء بچه ها ملحق نمیشن در خیابان به معلم ها؟ خواسته اینا که خواسته در حقیقت بر حق پدر مادر هاست. میان آموزش و پرورش رو خصوصی نکنید، قانون اساسی رو اجرا بکنید. نفع این مسئله در درجه اول به کی میرسه؟ به اولیا میرسه. بنابراین یار هم دیگر باشید و این مهم نیست که یک بار یا صد بار مردم شکست بخورن در تظاهرات، اصلا مهم نیست. یک بار فقط پیروز بشن تمامه، مثل سریلانکا بله. مثل سایر کشورهایی که مردم پیروز شدن. و ضمناً مردم نترسن از اینکه این حکومت برود چه می شود. در حقیقت سوال درست این نیست، سوال درست این است که این حکومت بماند چه می شود. درست کامل. ببینید 3 ساله که این حکومت هست، روز به روز مبتر شدیم. حالا فکر کنید 40 سال دیگر بماند. اون موقع جواب منو بدین، هر کس که سوال میکنه این حکومت برود چه میشود، حالا جواب بده این حکومت بماند چه میشود. حفظ مشکل سر اینه، ما راه دیگری نداریم جز این که این حکومت بره. خانم دکتر، حکومت بره و این تظاهرات و اینا طبیعتاً احتیاج به یه مرکزیتی داره، یه رهبری داره، ولی هر بار که میخواد نمایی از این رهبری ظاهر بشه، نیروهایی هستن که پس میزنن. آقای فهمیم سخن، فرهاد مشرقی، مطلب نوشته بود که مطمئنم شما هم خوندید، که گفته بود که خوب شد رضا پهلوی اومد یه چیزی گفت تا یه عده خواب رفته به جوش اومدن و یه حرفی زدن، حالا بازم ایشون بیاد یه چیزی بگه ما اینا رو دوباره ببینیم. مردگان خواب رفته، با این باید چجوری مقابله کرد؟ یعنی نیروهایی که غیر از رژیم تخریب میکنن هر تلاشی رو برای ایجاد همبستگی و ایجاد کردن یه مرکزیت و یه رهبری که بتونه مردم رو به هیجان بیاره، مردم رو امیدوار کنه. ببینید این که اپوزیسیون یعنی مخالفین حکومت، حالا از هر قسم و دسته‌ای که باشن، با همدیگر دائما ظرف این 43 سال دعوا کردن، متاسفانه حقیقت داره و چیز تازه‌ای هم نیست. اما علاوه بر این که ما اساسا فرهنگمون که از آموزش و پرورش هم شروع میشه فرهنگ درستی نیست، فرهنگ رقابتیه نه فرهنگ همکاری. اساساً یه عامل دیگر هم نباید از نظر دور نگه داریم و اون شیطنت های حکومت و طرفداران حکومت، کسانی که معتقدن انشاءالله اصلاحات جواب میدهد رو هم فراموش نکنیم. اینا با شک و تردیدهایی که در دل همه می اندازم راه رو برای اتحاد سعی می کنن ببندن. بنابراین اون چه که لازمه یک هوشیاری، دوم این که الزاماً داشتن رهبر یک فرد یا رهبری فردی الزاماً ما رو به پیروزی نمی رسونه. رهبران این مبارزه شناخته میشن و میبینیم که رهبران
شجاعی در هر گروه و صرف هستند. در حقیقت شاید بشه گفت در عصر حاضر و با توجه به ترکیبی که در شاید شورای رهبری، یعنی گروهی از افرادی که مقبولیت دارند بین مردم، شاید همکاری اینها بهتر جواب بده. شما دقیقا معتقدید که یک تجمعی باید وجود داشته باشه، حالا بعد رهبر پیدا میشه به هر حال در طول مبارزه، ولی معتقد به اون کنگره ملی یا تجمع ملی هستید؟ اسمشو شما هر چی بگذارید، هر اسمی داشته باشه، من معتقد به خرد جمعی هستم، معتقد به اتحاد هستم. اگر این حکومت نالایق ستمکار در قدرت، به خاطر این است که بیش از 40 سال مخالفینش به جای اینکه به حکومت حمله کنند به خودشون حمله میکنند. به عنوان مثال نگاه کنید، مثلا در جمهوری خواهان چند دسته و گروه هستن که مسائلی مطرح میشه علیه هم دیگر، حتی سلطنت طلبها، یه پادشاهی که بیشتر یه نفر مدعی پادشاهی باشه، چرا گروه های مختلف هستن؟ این چی شده؟ و همچنین در داخل ایران، البته گروه هایی هستن که با هم دارن به تدریج کار میکنن، ولی واقعا بعد از 43 سال ظلم و ستم و قارت ملی انتظار میرفت که بیش از این هوشیار باشیم. معمولا هر مصاحبه که میشه عنوان میشود که مردم خیلی دیگه هوشیارن. نه، متاسفم هنوز اون مرحله از هوشیاری نرسیدیم که یاد بگیریم به جای اینکه چنگ به صورت حکومت بزنیم، به صورت منتقدین حکومت نزنیم، ولو اینکه افکار ما رو قبول نداشته باشیم. خیلی خوب، قبولش ندارم، اما من چرا نیروم رو صرف تقریب اون او بکنم؟ من صرف نیروم رو باز یه تقریب حکومت بذارم؟ مسئله اینه. بسیاری از بینندگان ما اینو مطرح کردن، منم بحث کردم که این قراردادهایی که رژیم داره میبنده با روسیه و چین و ونزوئلا و غیره، این چه الزامی بر ما بعد از رژیم خواهد داشت؟ واقعا مردم میخوان اینو بدونن که فردا چه خواهد شد. شما به عنوان یه حقوقدان برخوردتون با این قضیه چگونه است؟ اگر این قراردادهایی که بسته میشه مطابق قانون اساسی باشه، متاسفانه گریبانگیر رژیم آینده ایران هر رژیمی که باشه و مردم ایران خواهد بود. برای اینکه در اصل حقوق بین الملل ما یک اصلی داریم به نام بقاء حاکمیت، یعنی رژیم میره ولی که تعهدات سرجاش باقی میمونه. ما نمونش رو مثلا در معامله تانک چیفتن با بریتانیا دیدیم، یا در سایر اموری که در آمریکا بود. درسته که پول و قرارداد مربوط به رژیم گذشته بود، ولیکن نمیشد دستاویز باشد که حالا که حکومت عوض شده ما میخواییم حق شما رو بخوریم. و متقابلا هم همینطوره، اگر آمدن قراردادی طبق قانون اساسی بستن که فرضاً برای 50 سال این دریا رو ما اجاره داده ایم که حق کشتیرانی و یا ماهیگیری داشته باشه، اگر در سال دهم رژیم عوض بشه، جایگزینش نمیتونه بیاد بگه که من حالا دیگه قبول ندارم. اون وقت اگر تخلف بکنه، دادگاهی بین المللی هستن که طرف میتونه بره
شکایت بکنه و اون کشور حقش رو بگیره. متاسفانه گریبانگیر ما میشه و برای همینه که هوشیاری مردم ضرورت داره. برای همینه به جای اینکه ما همدیگه بجنگیم، باید با این حکومت که حتی آب و خاک این کشور رو فروخته مبارزه کرد. بله کاملا. خانم دکتر، همین صحبتی که شما میکنید در واقع اگر مجلس شورای اسلامی، حالا درسته یا غلط، قانون یا مسئله رو تصویب بکنه، اون دیگه الزام برگردن ما داره. ولی اگه خارج مجلس حکومت یه کاری بکنه، ما ملزم بهش نخواهیم بود. مثلا تفاهم نامه، چیزهای شبیه. درسته این تعبیر؟ همینطوره. برای اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای بین‌المللی بایستی به تایید مجلس برسه. و بعد واقعا در اینجا کسانی رو مورد خطاب قرار داد که یادشون باشه فردا لعنت نسخ‌ها رو برای خودشون خواهند خرید و چنین باد. واقعا چنین باد. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم و باز برگردیم خدمتتون، بپردازیم به یه سری مسائل دیگر داخلی و بین‌المللی. با ما باشید. با درود دوباره و درود به امین امینیان. خانم دکتر، میبینید این جوانای ما ولکن نیستن، گریبان این آخونده رو گرفتن، آواز و سرود و نغمه و موسیقی در کشورمون. و بانوان چه نقشی دارن؟ عجیبه. و بیش از 700 هزار نوجوان ایرانی موسیقی میآموزن و اینا واقعا تو تاریخ ما یه چیز عجیبه که بهش افتخار میکنیم. خب خانم دکتر، سوال دیگر من در رابطه با تلاش‌های بین‌المللی است. اینا خب برجامو بالاخره به جای نرسوندن و در بستر مرگ و هر روزم خبر می‌شنویم که اینا به زودی بمب خواهند ساخت. حالا این فرض رو در نظر بگیریم، اینا بمب رو ساختن، واقعا جامعه جهانی چیکار باید بکنه؟ جامعه جهانی باید پیش پاش هست. یکی این که با ایران رفتاری مانند کره شمالی داشته باشن، تحریم ها رو تشدید بکنن، و یکی دیگه این است که پرونده به علت تخلفات ایران و اون اصلی که در برجام پیش بینی شده هر کدام از اطرافی که معاهده برجام رو امضا کردند مسئله رو ارجاع بدن به شورای امنیت، که در اون صورت من فکر میکنم روسیه پشت ایران رو خالی خواهد کرد، برای اینکه روسیه هم علاقه نداره که ایران قوی باشه و بمب اتمی داشته باشه در همسایگی خودش. روسیه ایران ضعیف و ذلیل رو دوست داره. چین هم فکر نمی کنم که علاقمند باشه که ایران با بمب‌اتم داشته باشه. در این صورت اونها هم همسو با دیگران علیه ایران رای میدن و کار خطرناکتر و سهمگین‌تر هم میتواند باشد، که امیدوارم کار اساسا به اونجاها نکشه. به هر حال در هر دو صورت وضعیت ایران متاسفانه از آنچه که امروز هست بدتر میشه، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت انزوای سیاسی و هم از هم پس. خانم دکتر، شما در تماسهای بین‌المللی که دارید چه احساسی دارید؟ آیا فکر میکنید غرب همچنان منافقانه میخواد با این رژیم کنار بیاد و یه جوری این رژیم سرپا باشه، یا نه واقعا به این نتیجه رسیدن که این رژیم، بقای این رژیم نه فقط برای ایران بلکه برای بشریت، برای جهان خطر داره، رژیمی که تروریسم رو رسما داره حمایت میکنه؟ حقیقتش این است که بقای این رژیم تا به الان به ضرر غرب نبوده، حتی به ضرر اسرائیل هم نبوده. بله میبینیم که اسرائیل
در سایه دشمنی ایران با اسرائیل چگونه توانست قرارداد ابراهیم رو ببنده، دوستانی در منطقه پیدا کنه که هرگز خوابش هم بله، یا اینکه اسلحه های فراوانی که آمریکا و غرب از ترس ایران فروختند به کشورهای منطقه. در نتیجه ایران تا به الان فقط ضررش رو به مردم ایران زده، جمهوری اسلامی فقط به مردم ضرر زده، به دنیا ضرر نزده. و همین دلیله که میبینیم مدارا میکنن باهش، بلکه چه حکومتی بهتر از جمهوری اسلامی برای اینکه غارت بکنند ایران رو و از قبل رفتار نابخردانه و سیاست غلط ایران منافع خودشون رو در منطقه پیاده بکنند. یک ضرب المثلی هست، ببخشید زشته، اما مؤدبانش به ذهنم نرسید. جوانهای لات قدیم میگفتن هرچی دختر همسایه خلتر به نفع بهتر. حالا ما اون شدیم، ما شدیم دختر همسایه خل. ای بابا، ما هر کاری که میکنیم همه کشورها سور سور برن، فقط مردم ایران هستن، ماها هستیم که روز به روز گرسنه‌تر و بدبخت‌تر و دربدرتر میشیم. و نمونه رفتار ننگین بلژیک رو که دیدید، بله، یواشکی حتی به دور از چشم شهروندان شفته بود قرارداد بسته بود. باز خدا پدر خانم دریا صفایی رو بیامرزه که چون در مجلس بود توانست زودتر مطلع بشه، داد و قال کرد و همه ایرانی ها جمع شدن و خوشبختانه اختلافاتشون رو کنار گذاشتن، همه با هم اعتراض کردن و کار رو سخت کردن برای حکومت پلید ایران و پلید بلژیک هر دوتاشون. مگه میشه یک تروریست رو تحمیل حکومتی بدهن که خودش دستور ترور داده؟ و رژیم خانم دکتر تو الان با این روش ادامه داده، شهروندهای بیگناه رو میگیره بعد مبادله بکنه با آدم کشاش. این کارو با تایلند کرده، با دیگران کرده، با فرانسه کرده، با امریکا کرده، با انگلیس کرده، مرتب، یعنی یه چیز مداوم. در حال حاضر بیش از 30 زندانی گروگان در ایران هستن، برخی از اینا اتباع بیگانه هستن، بعضی از اینا اتباع دو تابعیتی هستن، اسامی اینا رو دقیقا مشخصه، منتها برخی هنوز علاقه ندارن، یعنی خانواده ها فکر میکنن ساده لوحانه که اگر مسئله رو علنی نکنن شاید حل بشود و فریب وعده وعید حکومت رو خوردن. این حکومت از سالهای اول گروگانگیری رو شروع کرده، مرتب، و همیشه هم متاسفانه به اون چی که میخواست رسیده. فقط و فقط تنها موردی که گروگانی آزاد شد و از دولت، یعنی دولت ایران نتوانست باجی بگیره، زمان ترامپ بود. درسته. دو نفر آزاد کردن، باجی هم نتونستن بگیرن. حالا چرا آزاد کردن و چرا نشد باج بگیرن اون یه داستان دیگری است. ولی که تا غیر از اون دو مورد همیشه هم موفق بودن. و خانم دکتر بدبختی مال کسی است که دنیا هم به فکرش نیست. آقای محمد خاتمی رو تو عراق اینا دزدیدن. یه کسی که از یه خانواده روحانی است، اول انقلاب هم توی سپاه بوده، بعد اومده بیرون رفته لبنان، یه بار تو لبنان گرفتنش بردن ایران، دوباره آزادش کرده، حالا تو عراق گرفتن بردن، حتی یک خبر به خانوادهش ندادن. و این بیچاره ها نگران و وحشت زده، گذرنامه انگلیسی داشته و گذرنامه عراقی، هر دو رو. نه دولت انگلیس چیزی گفته نه دولت عراق، انگار نه انگار که ایشون هم شهروند. از این موارد هم داریم، شما گفتید سکوت کردن. بله،
یا از ترسشونه یا از ساده لوحیست که وعده وعید آزادی بستگانشون رو میدن. در حالی که آقای اکبر گنجی به من گفت هر بار شما در برنامهاتون سر و صدا میکردین راجع به ما، وضع ما یکم بهتر میشد، اینا یه مقدار مجبور میشدن کوتاه‌تر بیان. یعنی میگم نباید خانواده این گولو بخورن. کاملا درسته. نمونهش رو در مورد زندان قرچک برامین دیدید که یه تعداد زن رو، زندانی سیاسی زن رو برده بودن برای تنبیه مضاعف و بیشتر انداخته بودن در قرچک برامین. این زندانیست که حتی آب خوردن نداره، آب خوردن رو زندانی باید بخره و بسیاری جاهای دیگر که در حقیقت اینطور که میگن و شنیدم قبلا استبل اسب بوده، حالا این رو تبدیل کردن. هر حال مشکلات و کمبودهای فوق‌العاده زیادی داشت، انقدر سر و صدا کردن که و اطلاع رسانی شد که حکومت دید که برای آبروریزی کمتر همه زنان زندانی سیاسی رو منتقل کرد به زندان ایلی. بله کاملا درسته. خانم دکتر بادی، به عنوان یه حقوقدان وقتی شما مشاهده میکنید که یه آدمی مثل محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است و یه عده جنایتکار دیگه معاونانش و غیره هستن، چه پیامی شما برای کارکنان دادگستری دارید؟ برای اینه که اونجا هستن، احتمالا بعضا درس خوندن، لیسانس حقوق شدن بالاتر، چه نوع میشه با اینا مبارزه کرد؟ به هر حال شما به عنوان یه حقوقدان مطرح که مردم قبولتون دارن میتونید پیامی به اینا بدید، اینا چه کنن؟ پیام من به همکاران قضایی من این است که شما بیداد حکومت رو میبینید، قوانین ظالمانه رو میبینید، اگر باز هم ادامه همکاری با این حکومت رو بدهید، سرنوشتی معادل حمید نوری ممکنه گریبانگیر شما بشه. یک بار برای تمام اون شهامت داشته باشید، اگر در سن بازنشستگی هستید درخواست بازنشستگی بکنید، اگر به سن بازنشستگی نرسیدید استعفا بدید، بیاید بیرون، مشاغل دیگری هست. آدم طوری باید زندگی کنه که وقتی تو آینه نگاه میکنه از خودش خجالت نکشه. بله. اون دادگاهی که حکم اعدام میده بر اثر این قوانی، اون دادگاهی که مانع از اجرای عدالت واقعی میشه، او چطور میتونه سر راحت به بالین بگذاره؟ متاسفانه شرایط طوریست اگر فردی شریف هم باشه و نخواد در ظلم مشارکت کنه، قوانین اجازه نمیده. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرده. خب قاضی که اونجا نشسته و داره رسیدگی میکنه، آیا میتواند چشم بر این ماده قانونی ببنده؟ نه. بنابراین مسئله این نیست که فقط دستگاه قضا ناکار آمده، بلکه قوانین هم به گونه ایست که اجرای عدالت غیر ممکنه. حقوقدانان ما به ویژه وکلای دادگستری، ما خب یه موجی دیدیم که هزینه‌های سنگین هم پرداختن، ولی الان یه نوع، ببخشید اینو میگم، در اکثریت یه نوع کاسبکاری میبینیم و مردم بسیار از وکلا دلخورن به خاطر هزینه هایی که میگیرن، پولایی که چارج میکنن، اصلا شده تجارت خونه. یعنی طرف وارد میشه سلام میکنه اول باید یه مبلغی بده.
و به نظرم کاسبی شده برای یه عده، واقعا فراموش کردن اون وظیفه‌ای که شما بهش پایبند بودید و کسانی مثل شما بابت زندانم رفتن. به اونا چی میگید شما؟ به دوستانی که هنوز پایبند شرافت حرفه وکالت هستند، هرچند که بسیار هم آزار دیده اند و میبینند، میگم تحمل کنید، اجازه ندید ظلم گسترش پیدا بکنه. ما بالاخره در قبال سیل بی عدالتی احتیاج به دیوارهایی داریم. بایستید، شرافت خودتون رو به مال دنیا نفروشید. و خوشبختانه هستن با کلایی که هنوز با شهامت از عدالت و حق یاری میکنن و حتی باز در جریانم که برخی از اونها رایگان دفاع زندانیان سیاسی رو بر عهده گرفتن. خب این بنده اینو خبر دارم و واقعا درود بهشون میفرستم، چون میدونم بعضیاشون از نظر زندگی هم خیلی در سختی هستن، ولی این جوان، ولی متاسفانه بعضی خانم دکتر روایت های من میشنوم که مغزم درد میگیره. بعضی هاشون هم که آدم های سرشناسی هستن، درست یه دکون تجارتی باز کردن و دنبال دکونن، اصلا براشون هم مهم نیست. و مواردی رو میدونم که وکیل رفته با طرف دیگر ساخته و یه پول بزرگ گرفته، در واقع حق موکل خودش رو زیر پا گذاشته. اینا یعنی با اخلاقیات جمهوری اسلامی و وکلایی که اینا بهشون پروانه میدن، طبیعتا این انتظارم میشه داشت. و من یادم هست اون زمانی که شما بودید و حالا شما قاضی بودید، ولی کانون وکلا واقعا اسباب افتخار بود. یعنی هیچ وقت تابع رژیم نبود، تابع حکومت نبود، یک ارگان مستقل و قابل احترام که شخصیت‌های برجسته‌ای هم توش بودن. حیف، حیف، متاسفم برای اون. خانم دکتر، سوال دیگر من از شما درباره مسئله کودکانه که شما در اینجا خیلی روش کار کردین، کتاب نوشتید و یه مقدارم قدردانی نوبل روی این بود. سوالم از اینه، این کودکان کار و این اوضاعی که در ایران هست، تعرضی که این کودکان میشه، چه بازتابی در جامعه جهانی داره؟ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل آیا توجهی به این موضوع داره که در ایران چند میلیون کودک مورد آزارن، کودکان کار؟ ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته، منتها در هیچ زمینه حاضر نیست اون رو رعایت بکنه. رسیدگی به تخلفات حکومت ها در زمینه حقوق کودک در یک تشکیلات عریض و طویلی است به نام یونیسف. بله، یونیسف یکی از معدود اداراتی است که در ایران شعبه هم داره و بارها و بارها در مورد اعدام کودک مجرم، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال هستند و مرتکب جرم میشوند، این ممنوعه. دولت، به دولت ایران اعتراض کنید که جلوی این مسئله رو بگیره. طبق آمار سازمان عفو بین الملل حدود 90 کودک مجرم حکم اعدام گرفتن. اینا در صف مرگن. یک کاری بکنید. متاسفانه هیچ کاری انجام نشد. علتش هم یه مسئله است. میگن ما تعهد دادیم فقط راجع به واکسن بچه ها کار کنیم. میگن خب با شرایطی که بچه ها در ایران دارن، از واکسن واجب‌تر شاید برخی از امور دیگر باشد. منتها حقیقتش این است که یونیسف ایران بسیار کمکاری میکنه و حتی حاضر نشد یک کنفرانس بین‌المللی در تهران بگذاره
و از کشورهای اسلامی که حکم اعدام کودک مجرم ندارن دیگه لغو شده هم دعوت بکنه حرفای اونها رو حقوقداران ما بشنون و بدانن که اینطوری نیست که چون ما مسلمانیم حتما بایستی افراد زیر 18 سال رو که مرتکب جرم شدن بکشیم. در این حدم شهامت و جرم‌گزار نداشتن که کاری بکنن. خب این مؤسسات بین‌المللی بنابراین در این چنین شرایطی اون چیزی که به داد بچه‌ها میرسه خود مردمان NGO های مردمی و همچنین رسانه‌ها برای که ظلم رو علنی بکنن. وقتی که ظلمی علنی میشه اون موقع در پی تحریک احساسات مردم خود مردم کمک میکنن، کارایی میکنن. مثلا یکی از کارهایی که تو ایران رواج داره دیه افرادی که کودک مجرمند و مرتکب قتل شدن سعی میکنن دیه برای اینا فراهم بکنن و با دادن دیه رضایت شاکی رو بگیرن. این بسیار امر مفیدی است اما کافی نیست. قانون باید عوض بشه. بله بله قانون باید عوض شه، یعنی یه قانون ظالمانه‌ای که مسلط بر جامعه ماست و باید عوض شد. و آخری سوالم خانم دکتر، باز برای من خیلی مهمه که نظر شما رو بدونم. وقتی پوتین اومد به ایران و اونجور حقیرانه سید علی خامنه ای در برابرش بود و جنایتش رو در اوکراین توجیه کرد، آیا این از نظر بین المللی پیامدهایی نداره؟ یعنی واقعا شما یک جنایتی رو بیاید تایید کنی. خب هیتلر هم در اون موقع که رفت موسولینی همراهش بود و بعضی از کشورها تو آمریکای لاتین هم حمایت ازش کردن. یعنی واقعا سید علی خامنه ای میاد آدم کشی ها رو توجیه میکنه، هیچ پیامد بین المللی هم نداره، هیچ پیامد حقوقی هم نداره؟ والا بابا الان که نداشته. بله من فکر نمیکنم در همین حد پیامدی برای جامعه و حکومت ایران داشته باشه. اما اگر این زمزمه نامیمون و نامبارکی که برخی از رسانه ها و طرفداران ارتجاع ایران ساز کردن که ایران بایستی نیرو بفرست ما که روسیه بره و نیرو بفرسته، اگر این مسئله صورت بگیره اون موقع موضوع فرق. ممنونم خانم دکتر، مثل همیشه مستفیض شدیم و مطمئن هستم بینندگانمونم خوشحال بودن از اینکه شما در این برنامه شرکت داشت. مثل همیشه بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه برافراشته بود. به اتفاق خانم دکتر شیرین عبادی میهمان عزیز برنامه‌ام، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق نه قاسم جبار. Thank you.